پروردگار عظیم انگامی که برای یک انسان اولاد می‌دهد و این تحفه الهی را برش عنایت می‌کند، جایگاه زن را مقدم ذکر می‌کند نسبت به مرد، و این در حقیقت جایگاه را بلند بردن است. الله می‌فرماید لله ملک السماوات والارض یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. ملکیت آسمان ها و زمین از آن الله است. او ذات عظیم یک تعداد را سراسر دختر می دهد، یک تعداد را پسر می دهد، یک تعداد را دختر و پسر می دهد، و او ذات دانا و قادر است. بنان در اینجا هم حبه و بخشش را ابتداعا از زن شروع می کند تا جایگاهش بالا برود. خداوند متعال جنت را هم برای زن و هم برای مرد جایگاه قرار می دهد. برای حضرت آدم می فرماید اسکن انت و زوجک الجنه، خودت و همسرت در جنت زندگی بکن. شیطان را برای زن و برای مرد به عنوان دشمن معرفی می کند. این هذا عدو لک و لزوجک، این شیطان دشمن برای تو و برای همسر تو است. قرب و نزدیکی به الله متعال تعلق به اعمال دارد، نه به جنس، نه به جنس. هر کسی که اعمال شایسته انجام بدهد، چی مرد باشد چی زن باشد، جایگاه عظیمی نزد خداوند متعال پیدا می کند. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. هر کسی که عمل صالح بکند، چی مرد باشد و چی زن باشد، در حالی که این عمل سرچشمه بگیرد از ایمان صحیح، خداوند متعال خامخا زندگی پاکیزه را نصیبشان میکند. پس در اینجا هم هیچ فرقی در بین زن و مرد وجود ندارد. خداوند متعال آنانی را که ولادت دختر را بد میداند و قهر میشود و دوستشان ندارد، اونا را تقبیح میکند. در سوره مبارکه نحل ارشاد میفرماید از بدی او انسانایی که در رابطه مولود دختر شگون بد میگیرد، اونا را بد میداند. نظام جاهلی عرب را نقد میکند و میفرماید که و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. انگامی که به یکی از این مردم مژده از این داده میشد که در خانه دختر تولد شده، بعد از او یک بار روی سیاه می شد و غصه و قهر سراسر وجودش را می گرفت. بعد از او که خود تصمیم می گرفت که چی بکنه با این مولود، آیا نگاهش بکنه با تمام ذلت و خاری، ام یدسه فی التراب، و یا ای که در خاک زنده به گورش بکنه. یکی از این فیصله ها را می کرد، یا ای که با ذلت و خاری نگاهش می کند، و یا ای که ای را زنده به گور می کند. قرآن میگه الا ساء ما يحكمون، چقدر بد است فیصلی از اینها، چقدر زشت است حکم از اینها که مولود خود را یا زنده به گور بکند و یا هم به بدترین حالت اونها را نگاه بکند. خداوند متعال آنانی را که به زنان پاک دامن تهمت میبندد اونها را ملعون قرار میدهد. ایتو ملعونی که هم در دنیا و هم در آخرت نفرین دنیوی و اخروی را برش میدهد. در سوره مبارکه نور میخوانیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. آنانی که زنان پاک دامن و بی خبر و بیچاره را به تهمت های ناروا و زشتشان میزنند، در دنیا و در آخرت مورد نفرین خدا و لعنت خداوند متعال قرار می گیره و برایشان عذاب بس بزرگی است.